قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند. تاریخی است در رابطه با یکی از صحابه پیامبر علیه الصلاه و السلام، لطفاً در مورد داستان ثعلبه ابن حاطب توضیح بدید. ثعلبه یکی از اصحاب و یاران پیغمبر هست علیه الصلاه و السلام. متاسفانه روایاتی پیرامون این صحابه نقل شده که انشاءالله به صورت مختصر پاسخ داده خواهد شد که این روایات به هیچ عنوان صحیح و درست نیست، گرچه خیلی از کتاب‌های تفسیر این داستان رو نقل کردن و در رأس همه این کتب تفسیر، تفسیر علامه ابن کثیر هست رحمه الله، از یکی از برجسته ترین مفسرین ابن کثیر، هم مفسر هم محدث هم مورخ، این داستان رو نقل کرده در تفسیر خودش علامه ابن کثیر بدون اینکه اظهار نظر بکنه، نگفته ضعیفه، نگفته ضعیف نیست. خیلی‌ها اعتماد کردن به نقل و روایت این داستان در تفسیر ابن کثیر، لذا این داستان رو میگن به عنوان یک داستان مسلم و صحیح، در حالی که این داستان به هیچ عنوان نه از نظر سند اون، یعنی کسایی که نقلش کردن، منظور نقل کردن نه خود ابن کثیر، ابن کثیر به عنوان راوی نیست، کسانی که در این سلسله هستن که به پیغمبر رسوندن علیه الصلاه و السلام، و از نظر متن خود داستان هم مردوده. پس ابتدا بگیم این داستان، داستانی که در رابطه با ثعلبه، ثعلبه اگر شنیدید ابن حاطب جایی خوندید، این داستان باطل است، مردوده، دروغه، ساختگی است. اصل داستان اینطوریه، در ذیل آیه 75 76 سوره توبه اومده، این دوتا آیه در رابطه با منافقینه. به این صورت میگه خداوند و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. برخی از منافقین قسم میخوردن، میگفتن ما با خدا عهد و پیمان بستیم که اگر خداوند از فضل خودش به ما روزی بده ما صدقه میکنیم و از جمله صالحان میشیم. فلما آتاهم من فضله، وقتی خداوند بهشون داد از فضل خودش، بخلو به بخل ورزیدن و تولوا و هم معرضون، پشت دادن و رویگردان شدن، زیر قولشون زدن. حالا داستان خلاصش به این صورته که ثعلبه اومد خدمت پیغمبر علیه الصلاه و السلام، گفت ای رسول خدا علیه الصلاه و السلام به من دعا بکن، خدا بهم پول و مال و ثروت بده، مال میخوام. گفت ای ثعلبه همون مال اندکی که شاکر باشی برات بهتره از مال و ثروت فراوانی که بعد از پسش بر نیایید. گفت نه، من حتما صدقه میکنم، به صاحبان حق و محتاجان میدم. پیامبر دعا کردن علیه الصلاه و السلام که خدایا به ثعلبه مال و ثروت بده. همین که دعا کرد خداوند بهش پول و مال و ثروت داد، اومد اون مال و ثروت رو از اون طریق گوسفندانی برای خودش خرید ثعلبه. تو داستانش هم وقتی ببینید چنان غلو و افراط هم شده، چنان گوسفندانش مثل کرم از دل زمین از همه جا بیرون می اومد که مدینه جا نشود. روایت همینطور میگه جا نشود، رفت بیرون از مدینه برد گوسفنداش. در ابتدا مثلا نماز ظهر و عصر می اومد پشت سر پیامبر می خوند، باقی خودش تنهایی می خوند. کم کم دیگه پنج وقت رو رها کرد، ترک جماعت کرد، فقط جمعه می اومد، بعد از اون هم جمعه هم نمی اومد. پیامبر علیه السلام سوال میکرد که ثعلبه کجاست؟ گفتن اینطوری مشغول گوسفنداشه که دیگه درها و درواهای اطراف مدینه پر بود. گفت وای بر ثعلبه. تا اینکه آیه زکات نازل که پیغمبر علیه السلام برو زکات انبار رو بگیر، کسی رو فرستاد پیش ثعلبه. ثعلبه گفت که زکات بدم؟ زکات مثل جزیه هست، جزیه مالیاتی است که از غیر مسلمان ها گرفته میشه. گفت من نمیدم. بعد از برگشت بود دوباره پیشش گفت نه من نمیدم اصلا. اومدن پیش پیغمبر علیه السلام گفتن که ثعلبه زکات نداده. گفتن وای بر ثعلبه، چند بار فرمودن وای بر ثعلبه. بعد این آیات نازل شد و منهم من عاهد الله الی آخر که اشاره شد.
این آیه که نازل شد یکی از خیشاوندان ثعلبه رفت پیش ثعلبه گفت که ثعلبه میدونی آیه درباره تو نازل شده، دوان دوان اومد و زکات خودشو برداشت و پیش پیغمبر علیه الصلاه و السلام، پیغمبر فرمود من از تعویل نمیگیرم، برو. خاک رو سرش میریخ ثعلبه و برمیگشت. بعد از رحلت پیامبر رفت پیش ابوبکر که این صدقه مال من بگیر، گفت نمیگیرم. بعد از وفات ابوبکر پیش عمر رفت، عمر گفت من نمیگیرم ازت. بعد از شهادت عمر بود پیش عثمان، گفت من نمیگیرم ازت، تا اینکه مرد در خلافت عثمان مرد. این خلاصه داستانه که این داستان از ابتدا تا پایانش دروغ است. حالا به چه صورت دروغه؟ یک، اولا این داستان در رابطه با منافقینه. آیات قبل و بعدش کلن فیرامون منافقین نازل شده. دو، خیلی از علما اگر بعضیاشون نقد کردن، خیلی هاشون هم انکار کردن، گفتن ضعیفه، گفتن مردوده. اسم برخی از این علما خونده میشه، امام بیهقی، ابن حزم، ابن عبدالبر، ابن الاثیر، اینا از علمای اجلا و از علمای قدما هستن از قرون چهارم و پنجم. هیثمی، حافظ ابن حجر، امام ذهبی، قرطبی که یکی از مفسرینه، حافظ عراقی در احادیثی که تخریج کرده رو احیاء علوم الدین امام غزالی، سیوطی، از علمای معاصر و از محدثین علامه احمد محمد شاکر رحمه الله که از علمای و محدثین معاصره، و همچنین محدث شیخ ناصرالدین آلبانی رحمه الله که از محدثین معاصر هست، و محدث شیخ مقبل وادعی، همه این محدثین گفتن که مردود و باطله. همچنین در رابطه با این داستان به اتفاق اهل سیرت و تاریخ و تراجم، ثعلبه ابن حاطب یکی از کسانی است که در جنگ بدر شرکت کرده، از اهل بدر، و کسانی که در جنگ بدر شرکت کردند روایات متواتر هست. روایات متواتر به روایاتی میگن، به اون احادیثی که نه یک نفر، نه دو نفر، نه سه نفر، چندین نفر از پیغمبر علیه الصلاه و السلام نقل کردن و از اصحابم تعداد زیادی نقل کردن. به همین صورت اینه در یک حدی است که امکان دروغ و ضعف درش اصلا نیست. پیرامون اهل بدر، یعنی کسانی که در جنگ بدر شرکت کردن، در فضیلتشون همچه احادیثی اومده. یکی از احادیث اینه که بارها شنیدید که وقتی حاطب ابن ابی بلتعه نامه‌ای نوشت در آستانه فتح مکه به کفار مکه، پیغمبر صلی الله علیه و آله عازم مکه بود برای فتح مکه و مخفی کرده بود حرکت خودش که کجا میخواد بره، حاطب اومد یک نامه‌ای نوشت به اهل مکه خبر بده که پیامبر علیه الصلاه و السلام عازم مکه است. به عنوان یه خیانت دیگه، وقتی نامه گیر اومد، عمر گفت که اجازه بده گردن این منافق حاطب ابن ابی بلتعه بزنن، این منافق. پیامبر فرمودن علیه الصلاه و السلام انه شهد بدرا، نفاق در درون او راه نداره، اشتباه کرده، خطا کرده، ولی او در جنگ بدر بوده، در جنگ بدر چنان ایمان مؤمنین محک خورده که امکان نفاق و رنگ و ریا و خیانت و ارتداد وجود نداره. این گواهی پیغمبر هست علیه الصلاه و السلام که از طریق وحی پیغمبر گواهی دادن که و ما یدریک لعل الله اطلع علی اهل بدر، تو ای عمر چی میدانید که خداوند نظر کرده، تجلی کرده بر اهل بدر در صحنه و میدان بدر، و خداوند فرموده اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ای اهل بد هر چه میخواهید بکنید، چون خداوند فهمیده که اهل بد کافر نمیشوند، مرتد نمیشوند، منافق نمیگردند، فرموده هر چه دلتون میخواد بکنید که من شما رو آمرزیدم. همچه امتحانی رو پس دادن. و وقتی برده حاطب اومد خدمت پیامبر علیه السلام، شکایت داشت از دست حاطب، گفت که حاطب دوزخی است. پیامبر فرمودن علیه السلام کذبت، دروغ گفتید، لا یدخلها، حاطب وارد دوزخ و جهنم نمیشه، فانه شهد بدرا و حدیبیه، او در بدر و حدیبیه بوده. اینه که وقتی ما میگیم اصحاب و یاران پیامبر، همچه گواهی نسبت به اصحاب و یاران اومده، این گونه در میدانهای ایمانشون محک خورده که نفاق و تظاهر و رنگ و ادعا اونجا بویی نداشته، رنگی نداشته. اونجا تنها چیزی که در میدان بدر و احد و صلح حدیبیه در کنار پیغمبر میمونده علیه الصلاه و السلام، رنگ خالصانه و ناب ایمان به خدا و پیغمبر و روز جزا بوده. پس
ثعلبه جزء اهل بدر بوده، تناقض درش. ما روایات صحیح داریم همچه گواهی در رابطه با اهل بدر، اجماع و اتفاق هم که او از اهل بدره. همین بسه در رد این روایت جعلی و دروغین. حالا هر در هر کتابی که ما بخونیم، همچنین اختلافاتی در خود این روایات هست. برخی ها میگن ثعلبه ابن حاتب، بعضی ما ثعلبه ابن ابی حاتب، بعضی ها حتی اسم حاتب ابن ابی بلتعه بردن. برخی ها میگن مثلا برخی از منافقین بودن مثل نبتل ابن حارس یا معتب ابن قشیر یا جد ابن قیس. اسامی مختلفی هست، این تنها اسم ثعلبه نیست. اینه که اساسا این روایت باطله. همچنین از نظر متنش اگر ما نگاه بکنیم، اگر فرزن ثعلبه زکاتو نداد، آیا راه توبه دیگه نیست؟ شما بدتر از ارتداد دیده اید که یه نفر علنا اعلان بکنه مؤمن بد بر بگرده از دین، منکر خدا و قیامت بشه ولی عزو بالله، میشه مرتد. اگر دوباره برگشت و توبه کرد، توبه اش پذیرفته میشه. حالا ثعلبه اشتباه کرد فرزن بکنه، میگیم حالا داستان فرضیش، در حالی که درست نیست. اگر فرزن هم این داستان صحیح باشه، آیا در توبه بسته شده؟ تا ابد باید بسوزه؟ اینه که این داستان اگر یه وقتی خوندیم یا شنیدیم با دقت بخونیم. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند.